بنیاد آینه تقدیم می کند. سیاحتنامه ابراهیم بیک، نویسنده حاج زین العابدین مراغه‌ای. در این صحبت بودیم که یکی حلقه به در زد. نوکر خانه در را باز کرد. یک نفر از ایرانیان که معمم و در سلک علما بود از در درآمد. پس از تعارفات معموله گفت فلان کس راست خبر تشریف آوردن مهمان عزیز را شنیدم، صبحی می خواستم شرفیاب شوم، بعد فکر کردم که شبها دراز است، با خود گفتم بهتر آن که شب بروم و به کام دل صحبتی کنیم. گفتم بسیار خوب، خوش آمدید، قدم بالای چشم. قدری مجلس به سکوت گذشت. ملا گفت مجلس شما را افسرده می بینم، اگر صحبت محرمانه دارید عیب ندارد، من قهوه‌ای خورده مرخص می شوم. گفتم نه، مهمان محترم ما تازه از ایران آمده، از سیاحت آن سامان و دیدن بعضی ناملایمات خود آزرده است، افسردگی مجلس از بنده و شما نیست. ملا روی به ابراهیم بیک کرده گفت مهمان قارداش، در ایران چه خبر تازه است و چه روی داده که موجب افسردگی خاطر شما شده؟ بفرمایید ما هم بدانیم. ابراهیم گفت هیچ خبری نیست. ملا باز اصرار کرد. ابراهیم گفت سبب بزرگ این خاطر افسردگی من شما هستید. ملا گفت من؟ ابراهیم گفت یا شما یا برادران شما، هیچ تفاوت ندارد. ملا گفت من و یا برادران من به شما چه کرده ایم؟ گفت به من هیچ نکرده اید، اما حقوق سایر برادران مرا ضایع نموده اید. ملا گفت چه حقوق؟ حقوق کدامین برادران شما؟ ابراهیم گفت حقوق برادران وطن من. ملا گفت راستی نفهمیدم. ابراهیم گفت حالا من یکان یکان عرض بکنم شما بفهمید. جناب آقا، من با این یوسف عمو که در خدمت شما نشسته ایم در شاهرود به بهانه ای پیش یک نفر ملای مکتبدار رفتیم. یوسف عمو بایع شد، من مشتری. تمسکی نوشت و خانه این را در مقابل مبلغی نزد من بیع شرط گذاشت و به سبب یک قران که از ما اجرت قلم گرفت بدان تمسک بیپا و بیع شرط موهوم مهر زد و شهادت نوشت بدون اینکه به تحقیق مطلب پردازد و سخنی از روی تدقیق مسئله از ما بپرسد، بلکه این یوسف عمو مال دیگری را به تقلب کاری به من می فروشد. ملای مذکور من و او را نشناخته چگونه بدان تمسک مهر نهاد و به کدامین دلیل شرعی
بدان بیع شرط نامه شهادت داد. ملا مستهزیانه گفت: به به آقا جان، این حرف است که شما میزنید؟ نویسنده چه تقصیر دارد؟ شما رفتید اقرار کردید، او هم نوشت داد. ابراهیم گفت: اگر خانه مال دیگری باشد نمیدهد، آن وقت چه میشود؟ ملا گفت: ندهد، هیچ چیز نمیشود. ابراهیم گفت: اگر ندهد من میروم پیش حاکم مملکت عرض شکایت میکنم. ملا گفت: خودت میدانی، برو بکن. ابراهیم گفت: در صورتی که من شکایت پیش حاکم بردم، البته آن هم به فراش باشی خود حکم خواهد داد که ملک را گرفته به من بدهد. آن وقت از طرفین هی رشوه و تعارف است که خواهند گرفت. یک بار خبردار خواهیم گشت که هر دو تمام شده ایم. حالا این یک ملای مکتبی بود، از او درگذشتیم. در حق مفتیان بزرگ چه میگویید که در یک دعوای زید و عمرو چندین احکام ناسخ و منسوخ از یک نفر عالم صادر می شود؟ آیا احکام خدا و اوامر شریعت قرا در احقاق حقوق عباد ناسخ و منسوخ لازم دارد؟ این که یک دعوای ملک سالهای سال فصل نمی شود، سببش چیست؟ عالمی که مرجع مردم شهری واقع شده، چرا باید حکمی را که در خانه خود مهر کرده به دست یکی از متخاصمین داده که روز بعد در محراب میان دو نماز نقیض آن را مهر نموده به دست مدعیون علیه بدهد تا کار به جایی رسد که حکومت و عرف بر آنها بخندد؟ من میگویم چرا در ایران تمامی امور روحانیه و جسمانیه بی قاعده و بی نظم باشد؟ چرا مراتب علمیه و مناصب ملکیه موروثی گردد؟ کجا رواست که مرد محض این که پدرش قاضی بوده، خود نیز بدون هیچ استحقاقی صاحب مسند قضاوت گردد؟ یا این که پدر مرد سرتیپ بوده، پس از فوتش پسر او در 18 سالگی که دست از پای نمی شناسد سرتیپ شود؟ اینها همه حقوق ملت و برادران وطنی من است که پایمال می شود. ملا گفت: آقا جان، به فرمایش شما باید علمای ملت خانه نشین باشند. ابراهیم گفت: استغفرالله، امروز مبنای احکام به دلایل عقلیه و نقلیه مستند است. ما بیش از همه به وجود اجرا کننده قوانین و احکام شرعی محتاجیم. اول آن را باید پیدا کنیم و راه پیدایش آن هم بدین نحو چه ممکن تواند شد که به حکم مرجع کل علما مجلس بزرگی مرکب از اتقیای علمای ملت می شود و آن مجلس به نسبت بزرگی ولایات و جمعیت اهالی شهرها معین می نمایند که بدان ولایت برای فیصل دادن قضایا و احقاق حقوق عباد چند نفر علما لازم است. آن را معین می کنند. آنگاه از علما آنان که در خدمت رئیس و مرجع کل به طلاقت لسان و عذوبت بیان و تقوا و دیانت و وفور علم و وقوف به احکام شرعیه سمت رجحانیت دارند، منتخب و بدانجا معین می فرمایند. و از امهات کتب فقهیه نیز آنچه متعلق به حقوق و بیع و شری و تجارت و امثال آنهاست به زبان ساده و لغت ساده به پارسی ترجمه و طبع نموده منتشر می سازند تا هر کس گرفته بخواند و
تا یک درجه عارف به مسائل حقوقی خود باشد و آن وقت هر حکمی که از قاضی عادل مملکت داده می شود خود به خود نفاذ می یابد. مگر علم بسته به چهار گز کرباس است که هر کس در سر داشته باشد ما باید او را عالم دانیم و چون عالمان از ایشان تمکین کنیم. آن که بر مسند علم نشست باید علم و دیانت و تقوا و همه چیزش برازنده آن مسند مقدس باشد و الا فلا. پس صاحب خانه به صحبت مداخله کرده به ابراهیم بیگ گفت که از شمردن عیوب مردم در پیش چشمان و به صراحت نمودن قبایح اعمال خلق و نکتگیری بر خرد و بزرگ ثمری حاصل نمی شود. ابراهیم گفت اگر تمامی هموطنان ملاحظات شخصی را از 50 سال به این طرف کنار گذاشته بد را بد و نیک را نیک می گفتند، امروز بسیاری از کارهای ناشایست اصلاح شده بود. این ملت بدبخت اسیر حکم فراش باشی و داروغه نبودند و ملاهای بی سواد مکتبی بر همه چیز ما فعال مایورید نمی شدند. چگونه من خاموش بنشینم و نگویم که حکام و قضات ما باید در فصل دعاوی به حقانیت حکم بدهند، نه این که به رعایت خاطر یکی یا به لذت رشوت دیگری چشم از فرمان خدا و پیغمبر پوشیده حقوق زیر دستان را دانسته و فهمیده ابطال کنند و با این همه دعوی مسلمانی نمایند. در مصر چند نفر از معتبرین تجار ایران هستند که وجودشان واقعاً سبب افتخار ملت است. مأمورین ایران که هر روز یکی رفته دیگری می آمد، عرصه را چندان به ایشان تنگ گرفتند که ناچار خودشان را به حمایت دولتهای خارج کشیدند. تقصیر این بیچارگان چه بود که بایستی از دولت متبوعه خود روگردان شده خودشان را به زیر بیرق بیگانگان کشند؟ مگر ملکه انگلستان ایشان را دعوت کرده یا امپراتور روس برایشان واجب و مرسوم معین و مقرر نموده بود؟ آیا احدی از ایشان پرسید که سبب چه شد که شما ترک تابعیت نمودید؟ چه بکنند؟ کسی دادرس نیست. رعیت از حقوق مالی سهل است، از حقوق بشریت نیز محروم است. در یک شهر چندین حکومت است که هر کدام به نحوی زیر دستان را می چاپند. کدامین کس از رعیت در مقابل احکام سراپا جور حاکمان فرعون منش جرأت گفتار دارد که بگوید این چون آن چرا؟ همان ساعت حکم پشت گردنی است. حق بالمره از میان رفته و به ناحق نیز هر چه خواستند می کنند. هر کسی را سرقلیان طلا و 2 نفر پیش خدمت و 4 نفر فراش و جبه ترمه هست مسلط به جان و مال مردم است. امروز کار به جایی رسیده است که بسیاری از علما نیز خوی حکام گرفته در اظهار دبدبه و دارات از ایشان پیش افتاده اند. از بزرگان هر کدام در تاخت و تاز رعیت بیشتر دلیر است، کاراگاه و هنرمند اوست. هر کدام که به نسبه رحمی در دل و خوفی از خدای دارد، بی ارزه و بی وجود است. هر فقیهی که عمامه اش بزرگ و آستینش دراز شد، اعلم العلماست و هر کس در دروغ بافی بی پروا باشد، افسح الشعرا. شما چنان خیال نکنید که من در وطن از ناملایمات
هر چه دیده ام نوشته ام، نه به جان عزیزت که از بسیاری چشم پوشیده در گذشتم، یعنی خودم هم به سطوح آمده بودم. از جمله روزی در جای معتبری مهمان بودیم، یعنی بنده را به واسطه دوستی بدانجا دعوت کرده بودند. وقتی که داخل مجلس شدیم، تالار پر بود. دم در پایین تر از همه نشستیم. در حقیقت جای ما نیز بایستی همان جای بشود، چه مدعوین تماماً از علمای اعلام و خوانین عظام و معتبرین تجار بودند. یک دفعه دیدم که 10-12 نفر در دست هر کدام قلیان چپق به ازدحام و تعجیل تمام که گویی از پشت سر دشمن مهیبی آنان را می دواند داخل تالار شدند. در داخل نیز هر یک از اینان می خواست به دیگری سبقت گیرد، به طوری که کمی نمانده بود به هم دیگر برخورده بیفتند. در و دیوار تالار از جنبش آنان لرزیدن گرفت. من متحیرانه در آن وضع می نگریستم. قلیان و چپقها را به حضرات توزیع کردند تا همه کشیدند. دوباره گرفته بیرون بردند. در آن اثنا دیدم در قهوه خانه قیل و قال است. هی دشنام های غلیظ و سخنان نامربوط است که به آهنگ های مختلف رد و بدل می شود. من از شنیدن این مهملات و سخنان زشت بازاری متعجب گشته از رفیق خود پرسیدم که این چه هنگامه است؟ گفت باشد تا بعد به شما بگویم. پس از ختام مجلس مهمانی که برگشتیم، در راه گفت آن قیل و قال و دشنام های سخت که رد و بدل می شد در میان نوکران آقایان بود که هر کدام از ایشان می خواستند در تقدیم قلیان به آقایان خود بر دیگری سبقت جویند، زیرا که قلیان هر کسی را پیشتر به مجلس داخل کردند دلیل بلندی مقام و شأن اوست. حضرات آقایان خود نیز از نوکران همین خدمت را منظور دارند، لذا این معنی در امثال این مجالس همیشه سبب حدوث قیل و قال در میان نوکران است. بسا می شود که کار از مشاتمه به مضاربه می کشد و آقایان هیچ وقت از این وضع متأثر نشده ابداً به روی بزرگواری خودشان نمی آورند، چنان که امروز شما هم دیدید. حال انصاف فرمایید، بدبختی ما تا به کجا بالا گرفته است؟ در صورتی که خواص ملت بدین بازی های طفلان مشغول شوند، دیگر از عوام چه توقع توان کرد؟ حالا که زمان زمام بست و گشاد کارهای ملت را به اراده این حضرات سپرده است، باید ملت را به اتحاد و اخوت وادارند، بالعکس محض تبعیت هوای نفس بی هیچ سبب معقولی باعث خصومت در میان جمعی عوام شده، خودشان هم بدین وسیله به یکدیگر بغض می‌ورزند. در حالتی که اینان خود غرق دریای اغراض نفسانی اند، کجا فرصت آن توان شد که در فصل دعاوی زیر دستان خواهش نفس را کنار گذاشته به عدل و انصاف حکم دهند و داد مظلوم را از ظالم باز ستانند؟ علمای ملت باید اهم مقصودشان ترویج عدل و داد و استحکام بنیان اتفاق و اتحاد در میان ملت باشد. در چند سال پیش در مصر یکی از ادبای ایران شعری در این باب به مرحوم پدر خواند.
من نیز حفظ کردم. خیلی خوب می گویند. چون بی مناسبتی نیست، می خواهم آن را به شما هم بخوانم، بلکه کارگر افتد. شعر این است: دادگر آسمان که داد به شه داد، تا که شه از داد ملک خود کند آباد. گر ندهد داد خلق دادگر خاک، دادگر آسمان بگیرد از او داد. گوش به فریاد دادخواه کن امروز، تات به فردا نکرد باید فریاد. ور تو ز بیداد و داد پند نگیری، خیز به بابل رو و مداین و بغداد. کاخ بزرگ ملوک رفته نگه کن، آنچه بود از خشت خام و آنچه ز پولاد. هرچه بنایش به عدل بود به پای است، وانچه ز بیداد بود جمله بر افتاد. Thank you.